مبارزه MMA بین وایت هالک و ساتوشی ایشی، گوشهای شکسته کلم پیچ، جودوکار حرفه‌ای، دانشیش جودو، برزیلیان جوجیتسو، کمربند مشکی، اونم دانه شیش در مقابل وایت هالک قدرتمند از کشور روسیه، تقابل روسیه و ژاپن در کشور روسیه. ببینیم چه اتفاقی میفته. این مبارزه، مبارزه در سبک MMA در راند اول آغاز میشه. طوفانی ساتوشیشی رو باید مواظب بود، عرض کردم بگیره حریف و گرپلر عالیه، همون رو یه زانو محکم بهش میزنه، اومد لنگو اجرا کنه که موفق نشد. وایت هالک قدرتمند، ضرباش وحشتناک، قدرت ناکاوت وحشتناکی داره. ببینیم میتونه گرپ کنه، تا میخواد گرپش کنه موتاکلینشو میگیره و چند تا نی محکم میزنه به ساتوشی ایشی. اومد فنه یه فتح پا بزنه به کی؟ ساتوشی ایشی خودش سلطان فتح پاست. ببینید اینجا اومد باز حریفو بزنه که موفق نشد. اینجا جودو نیست، اینجا MMA یه، بعد بجنگی، بعد مواظب باشی زانو نخوری، مش نخوری. ساتوشی ایشی هم MMA فایتر، میدونه اینو، یه اوورهندو نشون میده، همونو گرپ میکنه حریفو. ببینید میره رو موتاکلینچ، میچسبونتش شفنس، یه دونه رایت پانچ محکم وایت هالک میذاره، یه آپرکاتم چاشنی کارش میکنه. چه میکنه این فایتر روس پرقدرت در مقابل ساتوشی ایشی با تجربه؟ چند تا ضربه محکم هم به سر و صورتش میزنه، ذره گیج میکنه. ساتوشی ایشی لیور کیپ میزنه، همدیگر رو کلینچ میکنن و راند اول به پایان میرسه. ساتوشی ایشی که ضربه محکمی رو خورد، صحنه رو میبینید، یه لیور کیک اومد بزنه که باش خود اینجا اوورهند و نی که ما فکر کردیم به شکم خورد، اینجا دیدیم دفاع کرد یعنی لفت و رایت عالی. اینجا ضربه رو بعد جور خوابون صورت ایشی، چقدر هم شبیه اون ایشی بود، یه دونه بک فیست میزنه وایت هالک، اینجا کلینچش میکنه. ببینیم کی فن رو میتونه بزنه، میتونن بیارن هم دیگه رو در خاک یا نه، کلینچ دیگه داشتن. زانو میزنه، آنالیزش کردی که زانو بزنی بخواد فتح پا رو بزنی بیارتش در خاک، موفق نمیشه. همونو در برگشت وایت هالک چند تا ضربه محکم به سر و صورت ایشی میزنه، وای آپرکات جدا میشن، باز اوورهند اینجا گرفته، بله میزنه زمین، جدا رو تمام کرد. ورق برگشت، کسی که کمربند مشکی داشت دانشیش اومده در خاک، در خاک کی؟ وایت هالک پرقدرت از کشور روسیه. محکم هم نگرش داشته، به این موفق میشه بلند بشه، بلند شدن سخت توی این وزن. باز اومد تعادل حریف رو به هم بزنه که موفق نشد. مبارزه ادامه پیدا میکنه در میانه ری اوورهند محکم و باز مبارزه ادامه پیدا میکنه در میانه رینگ. ببینیم چه اتفاقی میفته. یه سپینینگ هل کیکو میزنه که نمیخوابه اونجوری رو سر و صورت ایشی. فنون پرتابیش ببینیم میتونه استفاده کنه یا نه. یه اوورهند، همدیگه رو گرب میکنن، همدیگه رو گرب کردن. گرپلینگ ایشی خب خیلی بهتره که کاری از پیش نمیبرن. مبارزه ادامه پیدا میکنه، 1:30 تا پایان راند دوم فرصت هست. به صورت خلاصه داریم براتون پخش میکنیم این مبارزه رو. یه دونه مید سکشن کیک و یه مشت محکم میزنه سر و صورت ایشی رو، داره میاره پایین، ضربات پیاپی و تمام. در یک غافلگیری چه ضربه ای رو زد به ایشی و تموم کرد کارو. نگاه کنید، فکرشو نمی‌کرد. اینجا اومد پاشو بگیره، موفق نشد، اوورهندش رد نشد و یه دونه مشت محکم خورد، یه رایت هوک وحشتناک و اومد در خاک و اینجا گیجش، اشاش درست نمی‌بینه، ضربه های پیاپی وایت هال می‌خوره به صورتش. رپ شد چیزی که گفتم. موفق میشه مبارزه رو پیروز بشه وایت هالک از کشور روسیه. چه کرد با ساتوشی ایشی؟ یهو اسطوره رو خراب کرد، کسی که المپیک جودو میکرد برای ژاپن، قهرمان مقام داره، با یه رایت هوک کل سیستم رو ریخت با هم و ببینید اینجا زد ضربه رو و اومد در خاک، در خاک هم بلش نکرد. از دوربین های مختلف داریم میبینیم این صحنه وحشتناک خراب شدن این قول رو. ببینید ضربش نگرفت، اینجا اومد پا رو بگیره موفق نشد، این ضربش نگرفت، در برگشت خوابید تو صورتش و خدا نگهدار ایشی.
و گراوند اند پاوند، ضربای مهلک در خاک که تموم بکنه حریف رو. خیلی ها میگن خب چرا در خاک میزنی؟ جوانمردانه نیست که در خاک بزنی. دوستان قوانین این بازی اینه که طرف باید تسلیم بشه، مگر اینکه دیگه هوش و حواسش نرسه داور قطع کنه. چون سرش بالا بود یعنی هوش و حواسش هست و داور دست وایت هالک به عنوان پیروز بالا میبره و در کشور خودش پیروز این مبارزه میشه. دوستان خیلی عجیبه این نکته که روسا اصولا کشورشون که مبارزه میکنی احتمال باختتون زیاد. حالا ممکنه این چیزی که من میگم نظر شخصی من، ولی واقعا عجیب غریب، یعنی افراد بسیار بزرگی رفتن تو روسیه و تخریب شدن. روسیه هم سخت مبارزه کردن. یه زمانی توی ژاپن سخت بود، قدیما زمان کیوان و پراید و اینا و ژاپن بری مبارزه کنی، ولی ژاپن خیلی قانونمند کار میکرد. واقعا بیشتر برداش برای خارجی ها بود، بیشتر باختا برای خود ژاپنیا بود. روسیه اینجوری نیست. روسیه کسی قهرمان میشه، یعنی واقعا بعضی از ایرانیای ما که تو روسیه میرن خوبم کار میکنن، واقعا کار سختی، یعنی کمتر از قهرمانی سازمانای معتبر نیست سازمانای روسیه و کار بسیار 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 سختی. وایت هالک هم یه فایتریه که قدرتی کار میکنه، قدرت بدنی خیلی بالایی داره و بیشتر فایتاش یه جوری بوده که از رو قدرت بدنی و زورش استفاده کرده تا تکنیکی خاصش. حالا فایت دیگه‌اش هم براتون گذاشتیم، فایتش با دوسانتوز گذاشتیم که با امیر علی اکبر هم دوسانتوز مبارزه کرد، اینجا با وایت هالک هم مبارزه میکنه، ولی اصلا یه جور دیگه شده بود. دوسانتوز اصلا این کار یه آدم دیگه‌ای بود و اون فایتش رو گذاشتیم در همین کانال، حتما برید اون رو مشاهده کنید، یه فایت خیلی جذاب و جالبیه. دوستان اگه دوست دارید از سازمان‌های روسی هم براتون بذاریم برامون بنویسید، خیلی فایت‌های عجیب غریب و وحشتناک و وحشیانه می‌کنن یه جورایی، و چند تا ایرانی هم توش فایت کردن که اونا رو هم براتون حتما پخش می‌کنیم. و مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین، خیلی ممنونم از اینکه این برنامه رو دیدین. از پلیلیست‌ها لطفاً غافل نشید، پلیلیست‌های دنیای برای خودش، توش فایت‌های جدی داره، شوخی داره، مستند فایترها رو داره، منتخب فایترها رو داره و خیلی از داستانه دیگه که هی ما بهش هم اضافه میکنیم. مستند فایترها رو حتما ببینید اگر ندیدید، مستند فایترها خیلی جالبه و خیلی هم طرفدار داره. و از همه مهمتر این که لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید که من هر ویدیوی جدیدی گذاشتم بتونید رو مشاهده کنید. ساتوشی شیر هم میبینید که خیلی با ناراحتی داره زمین رو ترک میکنه و اینا دیگه جشن فکر کنم ملی گرفتن برای اون فایتر. دوستان خیلی متشکر از اینکه من رو دنبال کنید، دیگه پادکست شد زیاد دارم صحبت میکنم. مرسی، خدا نگهدار، خدافظ.